با درود و مهر، امروز جمعه 25 اسفند ماه 1402 برابر با 15 ماه مارس 2024. من محمد منظرپور با مجله خبری هدلاین دیگری در خدمت شما هستم. برنامه امشب به دو دلیل بر روابط آمریکا و اسرائیل متمرکزه. دلیل اول سیل محکومیت‌هایی است که از سوی نمایندگان حامی اسرائیل علیه چاک شومر، رئیس فراکسیون اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا و ارشدترین مقام حکومتی منتخب یهودی ظرف 24 ساعت اخیر به راه افتاده. این محکومیت‌ها و اتهام زنی‌ها دقایقی بعد از آن آغاز شد که روز گذشته آقای شومر ضمن انتقاد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار برگزاری انتخابات در اسرائیل شد. دلیل دوم مقاله‌ای که توسط یک موجود سایکوپات که به دلایل نامعلومی در دانشگاه باریلان اسرائیل کرسی استادی داره در نشریه جروسالم پست منتشر شده که در آن این موجود برای حل کلیه مشکلات جهان خواستار تقسیم و تجزیه ایران به 5 یا 6 کشور قومی شده. با آن خواهیم پرداخت و اساسا نیمه دوم برنامه تقدیم به آن شخص است. اما نخست و قبل از بررسی واکنشا به سخنرانی جنجالی آقای چاک شومر، این سخنرانی رو بار دیگر میبینیم. I have known Prime Minister Netanyahu for a very long time. While we have vehemently disagreed on many occasions. من نخست وزیر نتانیاهو را مدت هاست که میشناسم. در حالی که ما در بسیاری از موارد به شدت اختلاف نظر داشته ایم، همیشه به شجاعت فوق العاده او برای اسرائیل در میدان جنگ به عنوان یک مرد جوان احترام خواهم گذاشت. اعتقاد دارم در قلبش مهمترین اولویت او امنیت اسرائیل است. با این حال من همچنان معتقدم که نتانیاهو راه خود را گم کرده با اولویت دادن به بقای سیاسی خودش بر منافع اسرائیل. او در ائتلاف با راستگرایان افراطی مانند وزرایش اسموتریچ و بن‌گویر قرار گرفته و در نتیجه بیش از حد مایل به تحمل تلفات غیرنظامیان در غزه شده که حمایت از اسرائیل در سراسر جهان را به پایین ترین سطح در تاریخ رسانده. اگر اسرائیل به یک موجودیت منفور تبدیل شود نمیتواند ادامه یابد. به عنوان یک حامی مادام العمر اسرائیل برای من روشن است که دولت ائتلافی نتانیاهو پس از 7 اکتبر دیگر با نیازهای اسرائیل مطابقت نداشته. Clear to me, the Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after October 7th. The world has changed radically. جهان از آن زمان به طور اساسی تغییر کرده و مردم اسرائیل در حال حاضر توسط رویکرد حکومتی که در گذشته گیر کرده دارند خفه می شوند. در این مقطع بحرانی من معتقدم که انتخابات جدید تنها راه برای یک فرایند تصمیم گیری سالم و باز در مورد آینده اسرائیل است. در زمانی که بسیاری از اسرائیلی ها اعتماد خود را به چشم انداز و جهت دولت خود از دست دادند، حماس و فلسطینی هایی که شیوه های اهریمنی آنها را حمایت می کنند و حماس را تحمل می کنند، اسرائیلی های راست افراطی در دولت و جامعه، عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 4 مانع اصلی برای صلح هستند و اگر ما نتوانیم بر آنها غلبه کنیم، اسرائیل و کرانه باختری و غزه در همان وضعیت خشونت آمیزی که در 75 سال گذشته بودند اسیر خواهند. Fail to overcome them, then Israel and the West Bank and Gaza will be trapped in the same violent state of affairs they've experienced for the last 75 years. به فاصله تنها چند دقیقه از اظهارات آقای شومر در صحن مجلس سنا، نمایندگان جمهوری خواه هم از نمایندگان مجلس و سنا یک ناهار مشترک با آقای اسحاق هرتزوگ سفیر اسرائیل در واشنگتن برگزار کردند که در شروع آن خانم الیس استفانیک نماینده جمهوری خواه از نیویورک آقای شومر را تلویحا به خیانت به اسرائیل متهم کرد. House Republicans are about to be joined by Israeli ambassador. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان در آستانه پیوستن هرتزوگ سفیر اسرائیل برای سخنرانی حین ناهار هستند. زیرا ما به عنوان جمهوری خواهان مجلس نمایندگان سنگینی آنچه که با ارزشترین متحد ما اسرائیل با آن مواجه است را درک میکنیم. 7 اکتبر مرگبارترین روز تاریخ یهودیان از زمان هولوکاست بود و هرتزوگ امروز ما را در جریان آخرین تلاش‌های نظامی برای نابودی حماس قرار خواهد داد و تصریح خواهد کرد که گروگان‌ها هنوز توسط حماس در غزه نگهداری می‌شوند و دلایل تصویب کمک‌های نظامی بسیار مورد نیاز که از حمایت جمهوری‌خواهان برخوردار است، اما در حال حاضر توسط
چاک شومر و دموکرات‌ها در سنا متوقف شده را تشریح خواهد کرد. اسرائیل نه تنها برای حق بقای خود مبارزه می‌کند، بلکه برای حقوق یهودیان در همه جا مبارزه می‌کند و در عوض به جای دخالت در انتخابات یک کشور مستقل، چاک شومر باید از رهبری جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در حمایت از متحد ما در تاریک‌ترین ساعت آنها الگو بگیرد. مانع صلح چاک شومر رهبر دموکرات‌ها است که از تصویب بسته کمک‌های نظامی متحد ما اسرائیل در مبارزه با تروریست‌های حماس و حزب الله مورد حمایت ایران خودداری کرده. این همان بسته کمک اسرائیل است که جو بایدن در اقدامی بی سابقه تهدید به وتو آن کرده. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان با افتخار در کنار اسرائیل ایستادند. ما افتخار میکنیم که امروز میزبان هرتزوگ سفیر اسرائیل در اینجا هستیم و خواهیم ایستاد تا اطمینان حاصل کنیم که پیام ما روشن است. چاک شومر در کنار اسرائیل نیست. جمهوری خواهان مجلس هستند. خیلی متشکرم. البته صرف نظر از حمله شدید خانم استفانیک به آقای شومر، یک دیسینفورمیشن یا یک مطلب کذبی در فرمایشات ایشون بود و اون اینه که آقای بایدن هرگز تهدید به وتو کردن بسته کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل نکرده. من فکر می‌کنم در دورترین رویاهاش هم چنین تهدیدی اصلا به ذهنش نمی‌رسه. البته اظهارات خانم استفانیک فقط مشنمان خروارها، یعنی اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه به شدت به آقای شومر حمله کردن و در رأسشون آقای لینزی گراهام که به شدت به ایشون حمله کرده. اما با توجه به اینکه سناتور شومر در طول حیات سیاسی شکل مدافعان تاریخی اسرائیل و از شعرهای مورد تکریم ایپک لابی اسرائیل محسوب می شده، چه چیزی موجب شده تا او اینطور صریح به نقد نخست وزیر بسیار زینفوذ اسرائیل بپردازه؟ این سوالی بود که مجری شبکه CNN از آقای فرید زکریا پرسید. فرید زکریا به من پیوسته، اون میزبان فرید زکریا GPS. فرید، خوشحالم که امشب شما رو داریم. آیا می توانید این اظهارات شومر را برای ما در تصویر بزرگتر بگذارید؟ این موضوع برای دو کشور چقدر مهمه؟ I think it's a watershed. Senator Schumer is not somebody who is likely to freelance. As you point out, he's the most senior Jewish American official in the United States. He's also very close. من فکر کنم این یک نقطه عطف. سناتور شومر کسی نیست که همینطوری موضع بگیره. همونطور که اشاره کردید، او ارشدترین مقام یهودی در ایالات متحده است. او همچنین به رئیس جمهور بایدن و تیم او بسیار نزدیکه. من گمان میکنم که در اینجا مشورتی شده و فکر میکنم این نشان دهنده ناامیدی بسیار عمیقیه که دولت بایدن از دولت نتانیاهو داره. آنها حمایت واقعا بی قید و شرطی از اسرائیل در سطح بی سابقه ای انجام دادند. در اسرائیل جو بایدن به خاطر حمایت فوق‌العاده و بی حد و حصری که کرده بسیار محبوبه، اما در عوض او تلاش کرده تا به دولت نتانیاهو توصیه کنه که واکنشش متناسب باشه، یک حمله زمینی بزرگ رو آغاز نکنه، 50% ساختمان‌های غزه رو نابود نکنه، در جنوب آن کاری که در شمال کرد رو تکرار نکنه و هر بار دولت نتانیاهو تنها مخالفت کرده و رفته و هر کاری که خواسته انجام داده. بنابراین من فکر می‌کنم این حرفای شومر پس از یک دوره بسیار طولانی، ماها تلاش صبورانه و بی سر و صدا و نافرجام دولت بایدن برای متقاعد کردن دولت اسرائیل بیان شده. اینکه نشان دهند هزینه عظیمی به اسرائیل و ایالات متحده در سطح بین المللی تحمیل شده، زیرا همونطور که جنرال های ارتش اسرائیل بارها و بارها تاکید کردند، بدون حمایت آمریکا هیچ یک از این عملیات ها امکان پذیر نبود. بنابراین من فکر میکنم این ممکنه اون پرکاهی باشه که پشت شتر رو شکسته، اما پس از ماها ناامیدی. None of these operations would be possible. And so it is, I think it this may be the straw that broke the camel's back, as it were, but it comes after months of frustration. I wonder what the import of it is. من میپرسم در نهایت این چه اهمیتی خواهد داشت. منظورم اینه که همونطور که اشاره کردید، نتانیاهو اساسا دولت بایدن و تمام خطوط قرمز او رو نادیده گرفته. حالا میخواهد چه کار کنه؟ On all of the things that they put on the table and said do not do this, what are they going to do now? It's a very good question. They don't have those many choices. This is after all a senator who is expressing an opinion and he's سوال بسیار خوبیه. آنها گزینه‌های زیادی ندارند. به هر حال این سناتوریه که نظر خودش رو بیان کرده و همونطور که برخی گفتند خاصر سرنگونی رژیم یا چیزی شبیه به اون نشده. اساره حرف اون اینه که اسرائیل با یک وضعیت امنیتی کاملا جدید مواجهه و آنها باید انتخابات برگزار کنند. این نظر شومره. او دولت نیست. او قوه مقننه است و در این مرحله دولت بعد از خودش بپرسه آیا کاری خواهد کرد؟ چیکار میتونه بکنه؟ رئیس جمهور بایدن میتواند سخن
سخنرانی بکند و در آن بر سیاست‌های اسرائیل و جایی که باید برود و جایی که اشتباه رفته تمرکز کند. ایالات متحده تقریبا هر درخواستی برای آتش‌بس در سازمان ملل را وتو کرده و اغلب تنها رأی حامی اسرائیل بوده. این ممکنه تغییر کنه. آمریکا همچنین می‌تواند کمک‌های نظامی که ارائه می‌کند را مشروط کند و بگوید از این سلاح‌ها به عنوان مثال نمی‌شود در هیچ حمله دیگری مانند حمله به رفح استفاده کرد. بنابراین ابزارهای مختلفی وجود داره. من فکر می‌کنم این راهی برای نشان دادن نارضایتی آنها بود بدون اینکه دولت به طور رسمی در امتداد مسیری که من توصیف کردم تشدید تنش کنه. I think this was a way of trying to signal their displeasure without the administration formally escalating along the lines I was describing. A warning of sorts perhaps. شاید یه هشدار باشه. با این حال به سرنوشت نتانیاهو نگاه کنید. زمانی که این جنگ به پایان برسه به نظر میاد بر اساس نظرسنجی ها در داخل اسرائیل او در قدرت باقی نمونه. خب بعدش چی میشه؟ آیا دولت ائتلافی وجود داره که شما ببینید مجموعه‌ای که قادر به پایان دادن به جنگ و هدایت اسرائیل و غزه و کرانه باختری به آینده‌ای باشه که میتونه منجر به صلح بشه؟ Israel and Gaza and the West Bank into a future that actually leads to peace. Oh, absolutely. Israel has many very seasoned political حتی اسرائیل رهبران سیاسی بسیار باسابقه‌ای داره که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نتانیاهو دارند. بسیاری از آنها در سطوح ارشد در ارتش خدمت کردند که بیبی نتانیاهو نکرده. اسرائیل پر از استعداد سیاسیه. سوال اینه که در حال حاضر تا اونجایی که ما می‌توانیم از نظرسنجی‌ها برداشت کنیم، نارضایتی عمیقی از نخست وزیر نتانیاهو وجود داره. من فکر می‌کنم که برخی از نظرسنجی‌هایی که دیدم تا 70% از مردم فکر می‌کنند که او نباید پس از پایان جنگ نخست وزیر باشه. و به نوعی شومر این احساس رو در صحبتش منعکس کرد. مطمئناً افرادی در اسرائیل هستند که معتقدند میتوانند راهی پایدارتر برای دستیابی به امنیت اسرائیل پیدا کنند تا نوعی عملیات زمینی بی پایان و شدید که غزه رو بیشتر نابود میکنه و تلفات غیر نظامی روزافزونی رو ایجاد میکنه. بنابراین افرادی وجود دارند و این را من با اطمینان میگم. خب در مقدمه این برنامه به موجودی سایکوپات اشاره کردم که به نحو غیرقابل باوری در دانشگاه باریلان اسرائیل کرسی استادی داره و خواستار تجزیه ایران به 6 کشور قومی شده. ممکنه برخی از شما تصور کنید که سایکوپات توصیف کردن او اثر خشم بابت مقاله اخیرشه. مطلقاً اینطور نیست. آقای دکتر مردخای کیدار در سال 2014 اعلام کرد که تهدید تروریستا به مرگ مؤثر نیست، بلکه تنها تهدیدی که میتواند بازدارندگی ایجاد کند این است که تهدید شوند که به مادر و خواهرانشان تجاوز جنسی خواهد شد. خب توف توی ساحت علمی دانشگاه باریلان اسرائیل که این موجود متجاوز جنسی رو در هیئت علمی خودش نگه داشته. مقاله این مبلغ تجاوز رو مرور میکنیم. در حال حاضر تهدید هسته‌ای ایران ساعت به ساعت در حال افزایش است. تصمیم گیرندگان در ایالات متحده و اروپا به طور فزاینده‌ای نگران هستند، زیرا ایران از حواس‌پرتی ایجاد شده توسط جنگ غزه برای غنی‌سازی اورانیوم با غنای 90% استفاده می‌کند. همه می‌دانند که هیچ برنامه هسته‌ای غیر نظامی نیازی به غنی‌سازی در چنین سطوحی ندارد. بنابراین بسیار نگران کننده است که ایران به زودی به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت و با آن اسرائیل، آمریکا، اروپا و کل جهان آزاد را تهدید خواهد کرد. سوال این است چگونه می توانیم برنامه هسته‌ای ایران را از حیز انتفاع ساقط کنیم؟ پاسخ تغییر رژیم با تحریک اقلیت‌های قومی ایران است. اقلیت‌های قومی ایران هر دلیل متصوری برای شورش دارند. پس از آنکه مهسا امینی یک دختر کرد به دلیل اعتراض به قوانین سرکوبگرانه حجاب در ایران به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسید، گروه‌های قومی ایران در جستجوی استقلال بیشتر و آزادی بیشتر از دولت مرکزی در تهران متحد شدند. این گروه‌ها خشمگین هستند زیرا رژیم ایران زبان‌های آذربایجانی، کردی، بلوچی و عربی را در مناطق ایران که اقلیت‌های قومی در آن زندگی می‌کنند محدود کرده است. علاوه بر این، همه این گروه‌های قومی از تروریسم زیست‌محیطی رژیم در تهران رنج می‌برند.
یک مثال وحشیانه وضعیت دریاچه ارومیه در آذربایجان جنوبی است که به دلیل ترور زیست محیطی ایرانیان در معرض خشک شدن قرار گرفته. در نتیجه آذربایجان جنوبی در طول سال گذشته نه تنها علیه چنین ترور زیست محیطی و آزادی زندانیان اعتراض کرده، بلکه به دنبال استقلال از رژیم آخوندها نیز بوده. جامعه آذربایجان جنوبی مانند تمام گروه‌های قومی ایران به دلیل سرکوب وحشیانه مخالفان در ایران رنج می‌برد. ایران سال گذشته 834 نفر را اعدام کرد که بالاترین تعداد از سال 2015 است. این نشان دهنده افزایش 43% نسبت به سال قبل است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گفت الغای ترس اجتماعی تنها راه رژیم برای حفظ قدرت است و مجازات اعدام مهمترین ابزار آن است. هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران گفت سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان مسالمت‌آمیز و تبعیض شدید علیه زنان و کودکان در ایران تایید شده که چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نیست. سرکوب وحشیانه دولت در اعتراضات زن زندگی آزادی شاهد بسیاری از جنایات از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و تجاوز بود. این تخلفات به طور نامتناسبی آسیب‌پذیرترین افراد جامعه، زنان، کودکان و گروه‌های اقلیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دکتر سارنگ زینی‌زاده، فعال حقوق بشر آذربایجانی مستقر در ایالات متحده، اعلام کرد ترک‌های آذربایجانی که عمدتاً در شمال غرب ایران در امتداد مرز با ترکیه، ارمنستان و آذربایجان متمرکز هستند، حدود 1/4 جمعیت 70 میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند. آذربایجانی‌ها اغلب ادعا می‌کنند که سهم جمعیت نزدیک به 40% است، رقمی که شامل برادران قومی مانند ترکمن‌ها، قشقایی‌ها و سایر گروه‌های ترک زبان است. اگر آذربایجانی‌های جنوبی به تنهایی علیه رژیم تهران شورش کنند، ضربه مرگبار به آخوندها خواهد بود. از سوی دیگر اگر آنها با کردها، بلوچها، اهوازیها و دیگر اقلیت‌های قومی متحد شوند و برای تغییر رژیم مبارزه کنند، آخوندها به پایان خواهند رسید و برنامه هسته‌ای آنها به سطل زباله تاریخ منتقل خواهد شد. بنابراین اگر جامعه بین‌المللی به توقف سریع برنامه هسته‌ای ایران اهمیت می‌دهد، باید هر کاری که لازم است برای حمایت از همه اقلیت‌های قومی ایران که به دنبال جدایی از رژیم و ایجاد دولت‌های قومی مستقل در آنچه در حال حاضر ایران است، انجام دهد. پس از این اتفاق، تهدید حزب الله، حماس و ده‌ها شبه نظامی طرفدار ایران در عراق، سوریه و یمن به سرعت کاهش خواهد یافت و چشم‌انداز اسرائیل و کل خاورمیانه که در صلح و امنیت زندگی می‌کند به شدت افزایش خواهد یافت. کشورهای قومی مستقل روابط نزدیکتری با غرب خواهند داشت. روسیه تامین کننده تسلیحات خود را از دست خواهد داد و چین باید سیاست‌های خود را در قبال غرب تغییر دهد که روابط خوبی با دولت عربی الاحواز، منبع نفت و گاز ایران، خواهد داشت. در نتیجه پس از فروپاشی شراکت ایران و ظهور 5 تا 6 کشور قومی از خرابه‌های آن، درست مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق، زمانی که یوگسلاوی و چکسلواکی به کشورهای قومی فردی و صلح‌آمیز تبدیل شدند، جهان مکان بهتر و امن‌تری خواهد بود. خب، البته امیدوارم عزیزانی که بعداً در تجمع شرکت میکنن حتما پرچم اسرائیلشون رو خیلی قوی تر ببرن، چون که قطعا آقای مردخای کیدار خیلی خوشحال خواهد شد. اما همونطور که وعده کرده بودم، از اینجا به بعد برنامه تقدیمی به استاد متجاوز جنسی آقای دکتر کیدار. نخستین هدیه من به ایشون مصاحبه اخیر چارلز فریمن، سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در خصوص مؤلفه‌های مؤثر بر روابط آمریکا و اسرائیل. آقای فریمن علاوه بر اینکه بین سال‌های 1989 و 1992 سفیر آمریکا در ریاض بوده، ریاست اندیشکده شورای سیاست خاورمیانه، معاونت بنیاد سیاست آمریکا در چین و ریاست مادام العمر شورای آتلانتیک رو بر عهده داره. او در سال 2009 برای تصدی ریاست شورای امنیت ملی آمریکا در نظر گرفته شد، اما با حمله شدید لابی اسرائیل ناچار به اعلام انصراف شد. به نظر شما چه چیزی باعث شده بایدن اینقدر به حمله اسرائیل به غزه متحد باشه، در حالی که این کار از نظر سیاسی برای او هزینه داشته؟ من فکر میکنم اون واقعا به صهیونیسم متعهده. اینکه چرا به صهیونیسم متعهده جالبه که خودش توضیح بده. از اصالات مختلف او میشه برداشت کرد که درک بسیار کمی از واقعیت‌های خاورمیانه یا استدلال‌های استراتژیک داره.
اما او به اسرائیل وفاداره. با وجود این واقعیت که هر بار با نخست وزیر اسرائیل صحبت میکنه، نتانیاهو به او توف میکنه و به او توهین میکنه و بایدن فقط با اون کنار میاد. پس این تعهدش خیلی قویه. Insults him and he just puts up with it. So this is a pretty strong commitment. How would you describe what happened? آنچه که بین اسرائیل و ایالات متحده اتفاق میفته رو چگونه توصیف میکنید؟ آیا این اصلا دیپلماسیه؟ چون به نظر نمیاد از هیچ اهرمی استفاده بشه. من واقعا نمیدونم با چه کلمه میشه توصیفش کرد. Israel is a client state of the United States. What that means is it derives benefits from the United States. Those benefits are very considerable and they're on full display during this genocidal war. Israel could not conduct this war without the constant emergency resupply. اسرائیل یک کشور متکی به ایالات متحده است. این بدان معناست که از ایالات متحده سود می‌بره. این مزایا بسیار قابل توجهند و در طول این جنگ نسل‌کشی به طور کامل به نمایش گذاشته شدند. اسرائیل نمی‌تواند این جنگ را بدون تامین مجدد اضطراری و دائمی تسلیحات آمریکایی ادامه بده یا بدون حمایت آمریکا در سازمان ملل. بنابراین دستاوردهای اسرائیل از این رابطه بسیار روشنند. برای آمریکا اما این رابطه بر هیچ یک از ملاحظات سیاست خارجی سوار نشده و کاملا در سیاست داخلی ریشه داره. ترس از لابی اسرائیل، کمک‌های مالی به تبلیغات نمایندگان و محاسبات سیاسی داخلی که برای حمایت از اسرائیل مناسبه. من نمیدونم چه تعداد از افرادی که به شدت از اسرائیل در کنگره حمایت می‌کنند واقعا صادقند. من میدونم که اونها از عواقب عدم حمایت از اون بسیار آگاهند. پس این طبیعت رابطه است. دیپلماتیک نه. اگر شک دارید لحظه‌ای رو به یاد بیارید که نخست وزیر نتانیاهو از سوی جمهوری‌خواهان دعوت شد تا برخلاف خواسته های رئیس جمهور آمریکا در کنگره سخنرانی کنه و این کار را انجام داد. تعظیم ها و تشویق های متعدد و مکرر دریافت کرد، اساسا برای مخالفت با قوه مجریه ایالات متحده. پس این یک ماشین قدرتمنده که ماهیت داخلی داره. هیچ کس واقعا نمیتواند به مزایای استراتژیک رابطه اسرائیل اشاره کند. اسرائیل تحقیقات نظامی مفید زیادی را تحت قراردادهای پنتاگون انجام میده، اما هیچ دلیلی وجود نداره که مثلا این تحقیقات در نیوجرسی انجام نشند. اسرائیل ما رو به جنگ های در خاورمیانه یا رویارویی های کشونده، همونطور که در طول جنگ سرد در موارد متعدد این کار را انجام داد که حتی خطر درگیری هسته‌ای در اونها بوده. Military research under Pentagon contracts, but there's no reason in principle those couldn't be done in New Jersey. You know, Israel is gets us into wars in the Middle East or gets us into confrontations as it did during the Cold War on numerous occasions, risking nuclear exchanges and so forth. So I think this is the argument that somehow, I mean, the basic argument for supporting Israel has been, first, we share values. Well, Israel is demonstrating the values of the Ku Klux Klan, and I don't share those values. And second, I mean, basically what's going on in Gaza is a mass lynching. It's totally extrajudicial. در توجیه حمایت ما از اسرائیل میگویند ما ارزش‌های مشترکی با اسرائیل داریم. خب اسرائیل در این جنگ نشون داد که ارزش‌های مشترکی با کلوکلاکس کلان داره و من در این ارزش‌ها احساس اشتراک نمی‌کنم. اساساً آنچه در غزه اتفاق افتاده یک آدمسوزی جمعیه، رویکردی فراقانونی، غیرقانونی، وحشیانه و کاملاً غیرانسانی. و دلیل دومی که می‌آورند اینه که اسرائیل یک همپیمان استراتژیکه. اما من هرگز نشیدم که کسی بگه چه کاری برای ما انجام داد. به جز اینکه ما رو به دردسر انداخته. بنابراین من فکر میکنم این لحظه ای که اسرائیلی ها اشتباه بزرگی مرتکب شدند. زیرا سوالی که آنها مطرح میکردند این بود که آیا اسرائیل حق بودن داره، که سوال نسبتاً عجیبیه زیرا خب وجود داره. من کشورهای دیگری رو نمیشناسم که دور به چرخند و بپرسند آیا ما حق وجود داریم. اما من فکر میکنم این سوال اکنون برای بسیاری از جهانیان با این سوال که آیا اسرائیل سزاوار موجودیت جایگزین شده. آیا جهان واقعا میتونه رابطه عادی خودش رو با کشوری که با بی‌اعتنایی کامل به قوانین بین‌المللی و به شیوه های کاملا غیر انسانی رفتار میکنه حفظ کنه؟ من گمان میکنم پاسخ چیزی نیست که اسرائیل یا ما از اون خوشنود باشیم، چون ما کاملا در این امر شریک جرم هستیم و صحفا چارچوب نفوذ جهانی خودمون رو که در طول جنگ سرد و بلافاصله پس از آن ایجاد کردیم نابود کرده ایم. سازمان ملل متحد به طور کامل بی‌اعتبار شده و ما در زمینه‌های دیگر دیده ایم که وقتی نهادهای بین‌المللی با اقدامات یا بی‌عملی ما نابود می‌شوند، دیگران قدم به میان می‌گذارند و راه حل‌های موقت یا نهادهای جایگزین ایجاد می‌کنند. به بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا نگاه کنید، به بریکس، به ابتکار کمربند و جاده با تمرکز بر چین نگاه کنید، به راه حل‌های مکانیزم‌های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی که به صورت دوجانبه توسعه پیدا می‌کنند نگاه کنید. ما شاهد فروپاشی
نظمی هستیم که ادعا میکنیم در تلاش برای حفظانیم و عملا این به این دلیل است که اقدامات خود ما ناقض این نهاد هست. Look at the workarounds to the World Trade Organization dispute resolution mechanisms that are being developed on a bilateral basis. We are seeing the collapse of the order that we claim to be trying to preserve, and it's collapsing largely because of our own actions or acts of omission. در برنامه بعدی باز به دکتر متجاوز مرتخایکیدار باز خواهیم گشت. اما بینندگان عزیز، در اینجا مجله خبری هدلاین امروز به پایان میرسه. ضمن تشکر از شان در اتاق فرمان که امکان پخش برنامه رو فراهم کردن، همچنین از عزیزانی که در چت روم یوتیوب کامنت ها رو مودریت کردن، فکر میکنم جناب آقای تابش و بانو نیک نژاد. تا هفته دیگر که باز خدمت شما باشم، بدرود و ایام به کام و پاینده ایران.